سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در روزهای گذشته فیلم ها و تصاویر فوق ای از خارج از کشور برای من ارسال شده دوستان فیلم فرستادن از اربعین در کشورهای خارجی من به یکی از رفقا گفتم اربعین که نرسیده که اینا چرا الان برگزار کردن گفت نه اون توی تاریخ اربعین توی کشور خارجی که اینا هستن رژه همجنس بازه بعد چون آزادی بیانه اونا حق حضور دارن و اونا خیابون در تصویر اونا هست نمی شده برگزار کرد و رفقای ما یک تاریخ دیگری رو مشخص کردن برگزار کردن میخوایم بریم فیلم ها و تصاویر زحمات رفقامون اتفاقاتی که در کشورهای غربی داره میفته بی سر صدا بسیار در آرامش و تومعنینه داره ظاهر این کشورها رو هر سال در ایامی به نام آشورا و اربعین خیلی متفاوتتر میکنه میخوایم بریم فیلمها و تصاویرش رو با هم بررسی کنیم یک سر اگر فرصت شد میخوایم بریم کربلا یکی دو تا فیلم و عکس هم از سود اینترنشنال و وطن هایی که این ها شیون میکنن تو سر میزنن که چه نشسته ایران داره کارهایی میکنه من فقط یه نکته داخل پرانتز میخوام به رفقای خارج از کشور ایرانی ها, ها دیگر ملیت هایی که این روزها آمده اند مراسم هایی رو برگزار کرده اند برای حضرت سید و شهدا میخوایم یه دور بریم با هم بررسی بکنیم ببینیم که ببخشید یه نکته رو میخوام خطاب به اینها بگم فیلم ها رو با هم دیدیم عرض خواهم کرد اصرایی میکنم این بیتمرکزی من توی این قضیه به خاطر اینی که حجم فیلم ها و تصاویرتون خیلی زیاده من دارم فکر میکنم که از کجا شروع بکنیم کدوما رو ارائه بدیم و یه خوردم نگرانم که وقت کم بیاریم دوستان تصاویر رو, رو روی صحبت من دارید مشاهده میکنید این تصاویر راه به اربعین هست مربوط به منچستر بله اکس رو دارید میبینید رفقایی که حضور پیدا کردن اه. بله اجازه فیلمی از این مراسم با هم ببینیم برمیگردیم نکاتی دارم ارز خواهم کرد خیلی خب بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم هر چقدر محترمانه تر مشتی تر و چجوری بگم آدم حسابانه تر این مراسم ها برگزار میشه و خاصتر در کشورهای اروپایی برگزار میشه توجه ها رو بیشتر به خودش جلب میکنه و جالبه که رفقای ما افغانستانی ها پاکستانی ها عراقی ها هموطن های عزیزمان ایرانی ها و دیگر عزیزان به شدت به این موضوع توجه دارند در نوع نظمی که توی مراسم هاشون در نظر میگیرن در نوع برگزار کردن مراسم و چیزهای دیگر فیلم رو با هم ببینیم برمیگردیم نکاتی دارم خدمت شما بله تنین شعار چند ملیتی لبک یا حسین رو دارید مشاهده میکنید دوستان یک روایتی هست البته نمیدونم روایت باید بهش بگم یا به اصطلاح خودمون چه کلمه ای رو براش به کار ببرم ولی حالا گزارش هم میشه بهش گفت یک گزارشی هست در انجیل که اشاره کرده به یک ماجرایی در آخر و زمان من میخوام از روی متن برای شما بخونم میگه که و در آن وقت علامت فرزند انسان بر فلک ظاهر خواهد گردید و آنگاه جمیع توایف سین زنی خواهند نمود و خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهای آسمان که می آید با قدرت و جلال عظیم و فرشته های خود را خواهد فرستاد خداوند با سور بلند آوازها و آنها برگزیدگانش را جمع خواهند نمود میگه که داره یک روایتی از آخر و زمان رو ارائه میده از اون آخر و زمانی که در کتاب های مختلف دینی بهش اشاره شده بحث اینجا هست میگه ما به یک نقطه ای میرسیم در اون آخر و زمان که به خودمون میایم میبینیم که جمیع توایف مختلف گروه های مختلف ملیت های مختلف هویت های مختلف دارن به سر و سینه میزنن آقا تو ایران و مثلا عراق و اینه که داره اتفاق میفته اصلا بحثی درش نداریم تو جغرافیای مقاومت داره اتفاق میفته بحثی درش نداریم اون چیزی که در فرا منطقه داره اتفاق میفته در غرب داره اتفاق میفته رو اون کسانی که در این خیابان ها حضور پیدا میکنن تو کانادا حضور پیدا میکنه تو آمریکا حضور پیدا کرده تو کشاره دیگه هزار یک چالش هم داره مسخرش هم میکنن بتونن چالش برش به وجود میارن اینا رو کی دارن پایگذاری میکنن شماها دارید پایگذاری میکنید یک درصد میخوایم فرض بگیریم این چیزهایی که ما می‌گوییم درست است من که البته هزار در هزار یقین دارم یه درصد میخوایم فرض بگیریم آقا درسته اگه درست باشه ریل گذاری این روایت رو کیا دارن انجام میدن همین رفقایی که برای من فیلم و عکس میفرستن همین رفقایی که هزار و یک چالش و داستان در آن کشورها دارن ولی کارهایی کردن که امسال من دیدم توی توییتر بعضی به تنز میگفتن طرف میگفتش که اگه میخواد بیاید خارج از کشور به نظرم دیگه مثلا منچستر رو نید امسال چون منچستر خود جمهوری اسلامی مراسم برگزار کردن به سرسینه زدن یا حسینم گفتن آقا کاری که ما داریم انجام میدیم برگزاری مراسم نیست اونایی که دارن میرن اربعین کاری که شما دارید انجام میدید پیاده روی نیست ما داریم تاریخ می نویسیم ما داریم تاریخ می نویسیم ما داریم یک کار ساز انجام ما یک جغرافیایی را شکل دادیم ما یک دایره جدیدی به وجود آوردیم ما که اردوگاه ساخته ایم و اینها در آخر و زمان ایفای نشخواهند داشت تک تک اونهایی که این روسا رفقای افغانستانی، پاکستانی، ایرانی، عراقی از های مختلف، های مختلف در کشورهای غربی تلاش میکنن وقت میگذارن انرژی میگذارن که این مراسم ها این پرچم ها پرشورتر بشود دارن کاری را انجام میدهن و چیزی را به ثبت میرسانن که سالیان سال در روایت ها وعدش داده شده بوده این آغاز اون ماجراست یقین بدونید در این قضیه بریم فیلم های دیگری از رفقا با هم ببینیم برمیگردیم نکاتی دارم خدمت شما عرض هم کرد بله فیلم دیگری و ها بلند شدن اومدن جلوی این جمعیت چند هزار نفری ببین وقتی تو اونها دارن مراسم برگزار میکنن برای حسین ابن علی به سر و سینه میزنن تو رفتی اونجا داری این شکلی نهره میزنی در مقابلشون پاکستانی باشن افغانستانی باشن عراقی باشن گواتمالایی باشن از مریخ اومده باشن از هر کجای عالم باشن میگن این جمهوری اسلامی مسیرش درسته چرا به خاطر اینکه به اینا این بی خداها رو به اینا ضد امام حسین هن. یا حسین شهید اینا یزیدی هم با جمهوری اسلامی مشکل دارن پس جمهوری اسلامی کارش درسته یعنی پاسگل از این تر به ایران نمیشه داد و جالبه که وطن فروشای ما در این مرحله از بازی به مانند همیشه بهترین پاسگل رو دارن به ایران میدن چرا من این حرفو میزنم چون سمپاشی علیه ما چون سمپاشی علیه جمهوری اسلامی سمپاشی علیه ایران بین افغانستانی ها بین پاکستانی ها بین عراقی ها بین دیگران به شدت در جریانه تو وقتی این کارو میکنی داری کمک میکنی که اون بفهمه این حتما به این پرشن پایبندی که اینو دارن فوشش میدن بریم فیلم حضور وطن فروشا رو ببینیم جمعیت ده نفری حتی ده ها نفری هم نیستن هشت نفری هم خیلی خوشحال کننده است اجازه دویده خیلی خوشحال کننده است که این عزیزانی که آمده اند برای احیاء مراسم حضرت سید و شهدا در کمال ادب، در کمال شخصیت، در کمال شعوربان که خیلی جمعیتشون هم بیشتر بود ببین این چند وقتی شما هر کدوم از ویدیوها رو نگاه میکردید جایی که وطن فروش های ما اومدن دارن توهین میکنن و دارن تحریک میکنن اینها رو تعدادشون خیلی کم هست و این عزیزان خیلی تعدادشون بیشتره خیلی خوشحال کننده است که اینها در کمال ادب با چشپوشی عبور میکنند بسیار ارزشمنده ببین شما سال گذشته رو نگاه بکن دو سال گذشته رو نگاه بکن پنج سال گذشته رو نگاه بکن امسال جمعیت تو منچستر بیشتر شده یا پنج سال پیش با آرامش کار خودتو بکن اصلا کار نداشته باشی نه چی میگن امسال جمعیت کسانی که اومدن توی لندن بیشتر بود یا پنج سال پیش بچههایی که کانادا رفتن توی مراسم ما شرکت کردن امسال امسال جمعیتتون بیشتر بود یا ده سال پیش بی سر و صدا با آرامش با تو هر کسی توهین کرد هر کسی تحریک کرد هر کسی تحقیر کرد اصلا شما اعتنایی نکنید آخه یه جایی وقتی جمعیت بیشتره آدم ممکنه مثلا تحریک بشه اصلا کسی اعتنایی نکنه شما مسیر خودتون رو برید پنج سال بعد آنهایی که آنجا هستند به شما اضافه خواهند شد و خدا رو چه دیدی شاید همین جماعت هم یه جایی به این من رسیدم باید بیان زیر این پرچم بریم ادامه رو ببینیم بره. ده نفر هم واسه رو بوشه اینجا جمعیت خیابون خیابون رو بسته داره که اجازه این هم تعداد این هم بشونه بله بذاریم بله بذاریم <تصفح> یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا هشت تا نه تا اگه اونی که مثلا عکس رو به پهلوی رو گرفته چون اون ور پرچمش رو من نمیدونم اگر اون ور پرچم هم کسی بوده باشه ده تا آره این یک تشمه نه نفری یا ده ها نفری اینا رو انداختن اونور اومدن خیابون رو بستن که این جمعیت بیاد از خیابون عبور کنه بره اینا نهها نفر اومدن با عکسای شاه خب هر کسی نگاه بکنه میگه آقا این شاه تو خودت یه مش آدم به بی همه چیز بی وطن بی هویتید غیرت روی سرزمین خودتون نداری کنار تجزیه طلب وایستادی حالا به باورهای ما هم داری توهین میکنی وقتی که این تو ذهنشون شکل میگیره چیکار میکنن میگن دم جمهوری اسلامی میگن پاکستانی میگه دم جمهوری اسلامی گرم افغانستانی میگه دم چون اینا دارن به خاطر باوره مسئله به خاطر امام حسین دارن فوشش میدن بریم ادامهشو ببینیم کون ژمل به میایم بساتلیس بیا لشکر سایبری که راه یه سری از رفقایی که لطف کردن اومدن افغانستانی بودن به چه دلیلی بخاطر اینکه رفیق ما نگاه می‌کنن اولا مرامی اومدن دمشون و تاکیدم کردن گفتن اصلا اومدیم اینجا ما هم هستیم تا تاشم وایم سیم پرچمو بردن بالا حال ما رو خیلی خوب کردن یه بخشش هم به خاطر اینه که طرف نگاه میکنه میگه بابا اینا دعواشون مثلا فوش و فوشکشیشون سر پرچم خودشونه من میفهمم ولی اون داره به خوبیت منو به دین منم توهین میکنه دیگه اون با دین منم مشکل داره اون دعواش در ظاهر با اینا ولی با دین من مشکل داره خب وقتی نگاه میکنه رفیق من وقتی نگاه میکنه میفهمه کجای این بازی با خودش رو تعریف بکنه این حماقت وطن فروش های ماست که سالها ادامه شدن البته کاری هم نمیتونه بکنه مثل داستان مثلا وضعیت ارس همراهی هم بخواد بکنه بدتره برت... چون این تفکر همراه میشود دیگرانی رو به خودش همراه میکنه دیگرانی رو جذب میکنه کما اینکه امسال چند ملیتی در کربلا داره برگزار میشه و اونهایی هم که نمیتوانند در خیابانهای دیگر در منچستر جمع برگزار میکنن نمیتونن تو آمریکا جمع برگزار میکنن تو ایران تهران برگزار میکنن به سمت زیارتگاهی در جنوب تهران برگزار میکنن و جاهریه ادامه یه فیلم مربوط به رفقا رو با هم ببینید در اصلا کل خیابون صدای نبرد دمتون گرم صداشون کل خیابون ای وای ای وای زو دامت چنگا دامت خب این ویدیو رو با هم دیدیم تصاویر رو دارید روی صحبت ما مشاهده که تاثیر مربوط هست به اسب لشکر امام حسین هم دوستان ما آوردن در خیابان های منچستر حضور پیدا کرده پرچم ها رو دارید مشاهده می کنید یک تشکر ویژه می کنم از همه رفقایی که در این مراسم ها حاضر بودن و البته اینا نیازی به اولا تشکر من ندارن دوم من تشکر بکنم یا نکنم اینها کار خودشون رو انجام میدن فقط من یه چیز رو میخوام یادآوری بکنم آقا به این حرفی که من میزنم دقت بکنید امروز سبک زندگی مردم عالم تا حدود بسیار زیادی تحت تاثیر غرب هست یا نه غرب بر همه اینها سیطره داره یا نه بر همشون سیطره داره اینا الان اراده بکنن بخوان مثلا سگ خوری در دنیا ترویج بکنن ترویج میکنن دو تا سلبریتی برمی داره میاره یه خورده هم مثلا محیط رو رنگ و وارنگ میکنه شروع میکنه ترویج کردن الان مگه حشره خاری شروع نشده ترویجش چند تا از این سلبریتی های غربی آوردن ها نشوندن جلوی دورون میگن به به چقدر خوشمزه است بعد مثلا طرفم نگاه میکنه فکر میکنه واقعا چیزیه چقدر از این داستان ها داریم ببین این بر همه چیز سیطره پیدا کرده بر همه چیز مسلط شده اراده بکنه فلان سبک زندگی رو رامیندازه اراده بکنه فلان داستان رو پیش میبره اراده بکنه من معذرت میخوام این شکلی میگم با الگوریتم ها تصمیم میگیرد یک نفری خوشحال باشه شاد باشه شهوت زده باشه غمگین باشه همه ای اینها چیزهایی هست که در گزارش های نوشتن با هم خوندیم تو همچین شرایطی اگر کسی در اربعین پیدا حضور پیدا میکنه میری کربلا اگر کسی چون بعضی از رفقا برای من عکس فرستاده بودن من دیدم عکساتونو هنوز فرصت نشده منتشر بکنم تو آلمان طرف اومده عکس و فرستاده گفته بگید تحلیه من دارم میرم کربلا خیلی دعا کن منو رفتیم اونجا خیلی دعا اگر کسی راه افتاده داره میره عراق داره به اردوگاه چند ملیتی ما کمک میکنه اگر کسی توی کشورهای اروپایی مراسم برگزار میکنه ببین شما در حال قدم زدن نیستید شما در حال نگارش تاریخ هستید امروز شما دارید آینده رو می‌نویسید و عجیب اینجاست که شما دقیقا آینده رو مبتنی بر چیزی که در های آخر و زمانی اومده دارید نویسید. یعنی با 1001 یک چالش در کشور غربی داری دست و پنجه نل میکنی هزارو یک کلافگی داری 1001 ی داری ولی دقیقا کاری که داری میکنی منطبق بر روایته یعنی تو داری کمک میکنی اون ساخته بشه اون واقعی بشه و این خیلی عجیبه که ما یک جایی داریم یه تلاشی میکنیم بخشی از یک داستان تاریخی و آخر زمانی من اینها رو گفتم به اینجا برسم جدی بگیرید این مراسم رو یه حرفی هم درباره اربعین زدم چند روز پیش خواهش میکنم از دوستانی که دارن میرن کربلا آقا به این حرف من دقت بکنید ببین شما بلمش میری اونجا یه عکسی میبینی یه صحنه میبینی یه چیزی میبینی خیلی خاصه من بارها دیدم توی ماجرای اربعین طرف رفته برگشته یه خاطره تعریف کرده از مثلا یه کودکی که اونجا یه کاری کرده خاطره حتی عکس نگرفته فیلم هم ازش نداره خاطره صد هزار تا بازدید خورده خاطره دویست هزار تا بازدید خورده میدونی من حرفم چی اگه فیلمش گرفته بود چی میشد اگه عکسش گرفته بود چی میشد بخش اعظمی از چیزهایی که داره در اربعین اتفاق میفته رو دوربینای حرفه ای نمیگیرن بچه های تصویر بردار زحمت میکشن میان فیلم بردار میان این اون ولی دوربین حرفه ای نمیگیرن تو داری راه میری میبینی اینا روزی هست که خدا برای شما گذاشته داری ازش لذت می اینا رو ثبت کنید منتشر کنید ثبت کنید منتشر کنید امسال به شکل ویژه روی ثبت تصاویر متمرکز باشید روی فیلم ها متمرکز باشید در شبکه های اجتماعی نشش بدید نمیتونید برای من بفرستید ما این سفر رو ساختیم این کانال و این پیج و اینا که محتوای شما منتشر بشه اگه لازم باشه من کانال تلگرام و پیج اینستاگرام صفحه یوتیوب هم و آلبوم شخصی خانوادگی شما هم میکنم هیچ مشکلی نداره اصلا ساختیم صدای شما برسه مطالب شما باشه حرفای شما باشه مطالب مربوط به شما هر چیزی فکر کردید لازمه بفرستید ما منتشر میکنیم بگذاریم که این ماجرا آقا ما داریم یه کار حیثیتی میکنیم هیچ صدایی در مقابل قدر در عالم وجود نداره حتی اونهایی هم که میگن مثلا مسیر اینا آقا ما نقد داریم به مسیر اینها قبول داری فقط ما صدامون مخالفه با غرب و داره چند ملیتی جلو میره نه مثلا یه صدایی هم فلان کشور خب چند ملیتی نیستش که فقط این صدا چند ملیتی یه کاری رو شروع کردیم این کار در مقابل نظمی هست که داره مستکبرانه کسافت رو به عالم پمپاژ میکنه با همه توان کمک بکنید به یاری حضرت الله این صدا چند ملیتی هست چند ملیتی تر بشود جذابیت هاش زیبایی هاش به گوش همه برسه مورد توجه همه قرار بگیره و یک شاهکار رو بتوانیم برای دنیای من برای آخرت من و برای تمدن مشترک من رقم بزنیم نکته دیگه ندارم اگر بحثی بود در قالب پیام برای من بفرستین میخواستم بهتون بگم اجازه ببینم تصویر و فیلمی نمون دیدم همش مونده به یاری خدا توی برنامه های بعدی مفصل بهش میپرزیم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر